میگن یه شوت شکلاتی. شما مو به مو انجام میشه. روزی سه مرتبه مسواک میزنم. اینو ببینید. اینجا اینجا خود چشم لباسه مرتبه میپوشم و الان خواب پاشدم. اینو بلا اینو خوب نیست میپوشم. بلا شکر شکلات بخورم. برم این اوه دیر شد. بقول آقا جون خودت باش پسر جون. حالا شد چه روزی بشه امروز؟ بابا بلوک بابا پارسا مردی خوبی شست با نرد چشه بزا خوبی بله تو خواهر تو برچ که بردی نازیه دیگه هر جا برم با هم ناراحتی برگردم. نه بابت نره نازی خوبی؟ خوبم. خب حالا چیکار کنیم؟ پرسو دنبال من بیا کارت دارم. واقعا باید از خودت خجالت بکشی پارسا. این چه وضعشه؟ این همه بچه توی خونه چیکار میکنن؟ دوستا من امروز سه شنبه است روز بازی. بله منم میدونم سه شنبه است روز بازی، ولی این اسمش بازی نیست، اسمش خرابکاریه. یه نگاه به دور و برت بکن، انگار موشک خورده تو خونه. وقتی دارم باهات حرف میزنم منو نگاه کن. خوب گوش کن ببین چی میگم. از امروز همه چی باید تغییر کنه. بچه بازی، شلوغ بازی، بریز به پا، شیطنت، تعطیل، تموم. تو باید بتونی مثل یه مدیر واقعی رفتار کنی پارسا. اصلا متوجه هستی چه اتفاق مهمی داره میفته؟ تو داری میشی مدیر یه کارخونه بزرگ شکلات سازی، یعنی داری میشینی جای پدر بزرگت. باید بتونی مثل یه مدیر واقعی رفتار کنی. اون وقت اگه من نخوام مدیر بشم چی؟ چی؟ اگر نخوام مدیر بشم چی؟ خب این حرفتو کلا نشنیده میگیرم، اینجوری بهتره. الان برو بالا، کت شلوارتو بپوش، مثل یه پسر خوب و قشنگ. بیا اینا رو هم رد کن برن. باید بریم کارخونه، یکم با من همکاری کن. باید مدیریتو تحویل بگیریم پارسا. خب باشه، ولی دو تا شرط داره. تو برای من شرط میذاری؟ چی هست الان شرطت؟ اول اینکه من کت شلوار نمیپوشم، دوم اینکه دوستام هم باید با هم بیام. دوستات یعنی اینا؟ بهشون قول دادم. اصلا حرفش هم نزن، غیر ممکنه به هیچ عنوان. منم نمیام. یه معامله میکنیم با هم. تو کت شلوار نمیپوشی، اینا هم نمیان کارخونه. خب یه معامله بهتر. من کت شلوار میپوشم، اما بجاش دوستام هم با هم میان. رضا، نیما، احسان. منم
زیری چشمم. آقا پارسا، همه منتظر شما نازور شد. خاله، اونجا نهارم میدن؟ مثلا کباب لقمه؟ نه. زش پلو مخ چی؟ نه خیر. اومه یه باقالی پلو با اونش هم نمیدن ما بخوریم؟ اینجا که رستوران نیست، کارخونه شکلات سازیه. اوه سوشی هم نمیدن ما بخوریم؟ نه نمیدن. بابا شازده پسر چقدر خوشتیب شدی بابا. سلام هم حبیب. سلام علیکم. سلام 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 هم حبیب. من هم دسته خاله بر نجات بده، من هم زور میخواد ببره کارخونه. بچه خوب به حرف بزرگترش گوش میکنه دیگه. اما حبیب شما کجایی؟ من 2 دقیقه دیر رسیده بودم، اینا همه آب استخر خالی کرده بودن، نمیدونین چه وضعی بود. شهربنده من صبح زود رفتم ترمینال نوه منه بردارم بیارم. نگار جان کجایی بابا؟ سلام. چطوری نگار؟ خوبه. چه خوش تیپ شدی. ممنون. اتفاقا به موقع اومدی، ما بچه ها داشتیم میرفتیم کارخونه، تو هم با همون بیا. نه دیگه نگار، تازه از راه اومده خسته است، بذار استراحت بکنه. ولی من خوبم، میخوام باشون برم. عالی شد، پس بذارم بریم. وای خوشم میاد از این بچه چجوری بلد حرف زدن پرسی بزنه. دیگه زیادی عمو حبیب، دیگه خیلی. خب پس من نگار و پارسا رو برمیدارم میبرم، شما هم لطفاً این بچه ها رو ماشین بگیریم بیارینشون. ببخشینا ماشین مرحوم سیانکی ماشالله اینه کشتی میمونه، خب بچه ها رو بردار ببر دیگه. آخه جلو که اجازه ندارن بشینن، عقب هم هی میخوان با هم کلکل کنن، من حوصله ندارم. ببخشینا، خیلی عذر میخوام ازتون. اون زمان که فقط وکیل کارخونه بودی، نور چشم سیانکی بودی، نمیشد به چیزی گفت. الان که دیگه قیم و سرپرست این بچه هم هستی دیگه، خدا به خیر کنه. من هرچی یاد گرفتم از شما یاد گرفتم عمو حبیب، اصلا کلن دارم درس پس میدم به شما. ماشاءالله زبونت هم که اینه بابات، از اینجا تو پل تجریشه. خیلی دوستتون دارم ولی. برو دختر برو. خدا بزن. خدا بزن. بچه بینی همینجا بمونید، من برم بالا یک تلفن بزنم آژانس بیارم. یک ماه سال گذشته یه پسری اومد از این بچه مؤدبا کدشوا بچه مایه‌دار ادکلر میزد، کلاسور داشت سر پایینو گفتم آقا اینم باید یکی یک چک از ما بخوره. بعد نگاه کردم گفتم چی نگاه میکنی؟ تو عزیز من بفرما. گفتم عزیز من، من عزیز تو شدم. بلاش رو هوا یه کله یه چک خوردم تو گوشش، کلاسور رو گذاشت روی زمین، چشت رو روز بعد دبینه، بلاش رو هوا.
نگو دانه دو یه کانزنریو دار 20 دقیقه با تمام فنون کارت آقا رئیس راست آمده رئیس راست آمده راست بقیه خاطر به آنجا تعریف کنم پارسا خوبی شما سلام خانم کوچول ماشاءالله نگار خانم چقدر بزرگی سلام سلام خانم سلام آقا نعمت پشت سر من یه ماشین داره میاد عمو حبیبه با چند تا بچه دوستای پارسا میخوان خط تولید کارخونه رو ببینن باشون همکاری کنین کمکشون کنین کلکل هم نکنین خانم علی کلکل کردن ها اصلا اینا اینجا چه کار میکنن چرا سر کارشون نیستن خانم شهرمنده روم به دیوار گلاب به روتون چیکار کردن؟ نه نه اون کارو نکردن اعتصاب کردن خانم اعتصاب کردن همینو که هم داشتین فقط خودم بعد برم باشون حرف بزنم خانم فایده ای نداره از تو آقا قشنگ داره باشون صحبت میکنه نمیفهمن نفهمن نفهم جلوی بچه یه کمی متوجه یه چیزایی نمیشن ببینید متوجه نمیشن ببینید پیشنهادی من دارم که اگه خب دارم نظر میدم چه خبر اینجا؟ میخواستی چه خبر باشه خانم؟ این جماعت بریدن شاکی هن. سه ما سوق نگرفتن بله درسته کاملا حق با شماست من میفهمم ولی خب با اعتصاب و اینا که کاری درست نمیشه میشه پس بهتره برگردین سر کارتون ایشالا با اومدن مدیر جدید همه ی کارها و مشکلات حل میشه بفرمایید وعده سرخرمن نده خانم این بچه که نمیتونه پول ما رو بده نه اون شازده پسر نیست که قرار بشنه جای سیانکی بزرگ آره دیگه گفتم نمیام کارخونه ها مشکل شما چیه؟ مشکلمون چیه؟ بفرمایین همه نگاه کنین کارخونه شده بچه بازی خانم محترمی الان باید بره دنبال توپ بازی بله باید بره دنبال توپ بازی شما مگه پولتون رو نمیخواین؟ مگه ما پولمون رو نمیخواین؟ بله بله پولتون رو میگیریم همه تون دیگه چی کار دارین که کی چه کار است؟ خب ما همه پولمون رو میگیریم چی کار داریم دیگه؟ الان هم دو راه بیشتر نداریم یا اینکه برگردین سر کارتون و همه طلباتون رو دو سه روز بعد بگیرین یا دست جمعی برین کارگزینی ما هیچ جا نمیریم اصلا هیچکی از جاش تکون نمیخوره خانم نرو باش فهمن اینا دارن میرن باش تا اینجا اینا همه دارن میرن با اجازتون نگاهشون بریم سلام علیکم سلام خانم مرمانی سلام خاله سلام نگار جو خوبی؟ خیلی وقت ندیدم دختر چه بزرگ شدی شما هم خیلی عوض شدی بزرگ شدم؟ رژیم گرفتید؟ آخه خیلی عوض شدید اتفاقا امروز چند نفر دیگه بهم گفتن گفتم پا چشات گود افتاده داره؟ خیلی گود افتاده پای چشمات برو پیش پارسا عزیزم آقای مدرس قشنگتر کجا؟ با چه لفظ قلم نامزدتون رو میگین دیگه؟ آقای مهندس قشنگفر در محیط کارخونه نامزد من نیستن فقط معاون کارخونه هستن بله چند بار تا حالا اینو بهتون گفتم؟ صد بار چند بار دیگه باید بگم؟ هیچی یادم میمونه اینکه نیستم بالا کجا؟ رفتم بیرون کار داشتم مگه جلسه هیئت مدیره تشکیل نمیشه امروز؟ نه یکی از اعضا مشکل داشتن تشکیل نمیشه یه بهانه تازه است اینقدر نچرخ سرت گیج میره ها من اصلا حوصله این کارخونه رو ندارم چرخوندن اینجا کاری یکی مثل بابا بزرگمه چرا؟ اینجا که خیلی قشنگ و بزرگه من دلم نمیخواد مدیر اینجا بشم مگه زوره؟ من اگر جای تو بودم این کارخونه رو میگرفتم و کلی شکلاتای جدید و خوشمزه دیگه درست میکردم ولی من میفروشمش واقعا؟ حالا برای منو به زور رو برده اینجا وگرنه من کارخونه میخوام چی کار؟ چی شد؟ خوبی؟ چیزی نشد؟ دست تو بده خوبی؟ چی شده؟
هیچی. از رو صندلی افتاد پایین. دوستات الان میرسن. بیا برو یه دوری بزن تو کارخونه یه خودی هم نشون بده. یه بلایی سر خودت نیاری دوباره ها. لطفاً. بریم. ای قربون اون مرام و شعورت برم که حرف آدم رو میفهمی. واقعا آخرش ما برای هم میمونیم. آره ببین اینا اصلا پول بده نیستم قربونت برم. اصلا پولی در کار نیست. اصلا تو فکر این در وجود نداره میشه؟ آره اصلا در رو ببند زنجیر خون دو زنجیر دو قفله دیگه در رو ریشکی با نکن. گفتی در رو باز نکن. آره. خاطره دارم از در باز نکردن. آقا یه روز اومدیم اینجا که این در رو باز نکنیم. آقا حبیب باید ندارم در رو باز کنم. حبیب حبیب میام. مخلص آقا حبیب. میام. بزن این دره. بیا دخترم. بوری کلا. کارخونه شکلات سازیه دیگه. سلام. آها، کی زراسی؟ سلام. این بچه‌ها رو ببر کارخونه رو نشون بده مهمون ویژن، مهمونای پورتو هستن. چاشو چشام. بازاتون. بچه‌ها بودید. بودید ببینم. آقا سلام. سلام. نعمت. ای نعمت. من صد دفعه تو رو نگفتم که مخ این کارگرا رو کار نگیر اینقدر. اما حبیب شما معاونی قبول، مشاوری قبول، همه کاری قبول. آقا من چیکار کنم؟ اینا خودشون میگن خاطره بساز. آقا من شیرینم، شیرین دیگه چیکار کنم؟ خوبه من معنی شیرینم فهمیدم که چی چیه. خلاصه یک کلام ختم کلام. من یه دفعه دیگه ببینم مخ بیچاره رو کار گرفتی، من تو رو توبیخ میکنم. حالا کجا؟ بعد حتما اعلام بکنم. اونور کجاست دیگه؟ دارم میگم اونور. دستشویی؟ اینه کارخونه شکلات سازی. چطوره؟ چقدر بزرگه؟ وای یه دنیا شکلات. خوش به حالت پسر، چقدر شکلات داری ها؟ حالا کجاشو دیدی؟ من دیگه نمیتونم تحمل کنم. دلم میخواد چیچه زن شکلاتا. اینجا دنیای رویاهامونه، ترش و شیرین خند بارونه. کاش که ساعت همون همیشه همینجا خواب بمونه. قرمز و آبی راه راه و ساده، سمتشون میرن چشمام بی اراده. اینجا وقت تفریات، هر ور رو ببینی پر از شکلاته. یکی دو تا سه تا تمومی نداره، بخوای نخوری مقاومت دوومی نداره. چون انقدر خوبه اینجا همه چی، نمیدونی میخوای بزنی دست به کی. حتم و مزه دوره تست، نه هر سموم نمیشه، هنوز کلی هست. انگار اینجای دنیای دیگه رو ابراز، همه میدونی این قشنگ‌ترین رویا. خیالشو بذار کنار غم و غصه رو، بذار بهت بگم بقیه ی قصه رو. تو دریای شکلاتی روی کشتی، باید خوشحال باشی پچه را ساکت نشستی. هر مدلی بخوای برات هست، هر کس نخواست الان کلافه هست. اومدیم اینجا شکلات بزنیم، پس نیستم و برای جر و بحث. نمیتونی اصلا ازش دل بکنی، دلت میخواد همش یکی دوتا دیگه بزنی. همینجا بمونید کل روز و توی دست و شکلات لذت ببرید. بچه ها گشتتون رو زدین، شکلاتتون هم خوردین، دیگه یواش یواش بدین که پارسا برسه به کار کارخونه. ای بابا که هنوز همه کارخونه رو نگیم، جز همه شکلات قلوم ما که دوش مغزدار هم نخوردیم. این که کاری نداره، فردا دوباره بیانیم. چند تا شکلات بردارین که تو را زخم نکنین، دیگه برین خونه. خب پارسا جان. ممنون. خاتون شنید یه بالا یه بینه بگی افترین.
دیدی فرید؟ فرید چه خبر؟ دیگه چیزی نمونده. همین روزا کارو یه سرش میکنم. خیالتون راحت. کارخونه تو مشتتون رو قربان. کارخونه رو میخوام چیکار؟ کارخونه بره به درک. زمینش. زمینش برام مهمه. نقششم کشیدم. یه شهرک ویلایی میزنم توش. یه رستوران بزرگ وسطش. مردم برای سر و دست بشکنن. به ایمنا 10% هم سهم تو. کارخونه تا آخر هفته مال شما سایه بزرگی. مطمئن باشی. شروع کن. دختر مگه من تو رو نمیگم اقعا بدو بدو نکن. یاد تو رفته آقای دکتر به تو چی گفت؟ آقای پارسا من شما رو نگفتم این بچه رو سواری اسباب بازی تند رو نکن، براش ضرر داره. پارسا سوار شد، من فقط نگاه کردم. جدی میگی؟ بله، ولی من به نگار قول دادم ببرش قایق سواری، فقط به شرط اینکه نگار پارو نزنه، پارسا پارو بزنه. چشم، نگاه بودو بریم. یواش. نه دو دختر، مگه من همین الان اینه گفتم که بود. نگاه من چقدر هرس میده این بچه. اینقدر هرس نخورین عمو حبیب، اینقدر نگران نباشین. من امیدوارم این بچه اصلا کارش به عمل جراحی این چیزا نکشه. ایشالا با همین دوا درمون ساده خوب میشه. خدا از دهن تو بشنوه. راستی از این آقای قشنگ فرق چه خبر؟ این نامزد شما بوله چند بار زنگ زدم تو جلسه بود، داره سعی میکنه برای کارخونه پول جور کنه دیگه. سلام. موی نواتین زدی این بارو. باشی میریم یه چیزی بخوریم. بریم. ما برم مواظب این بچه ها باشم. شما بفرمایید. دیر کردی؟ قلبت خیلی درد میکنه؟ نه همیشه، فقط بعضی وقتا. نگران نباش، میری دکتر حالت خوب میشه، بعد دوباره با هم میریم بازی. نمیشه، بعدش منو با بزرگ برمیگردیم شهرستان. اما حمید میخواد از پیش من بره. تو که میخوای کارخونه رو بفروشی، اون دیگه اینجا کاری نداره. تو چی؟ اگه کارخونه رو بفروشم ناراحت میشی؟ من آرزوم مثل توی کارخونه شکلات داشته باشم، اما حیف هیچ وقت نمیتونم. اجازه کی همچین کاری کردی سامان؟ اجازه نمیخواد. ببینم بهار، نکنه تو واقعا باورت شده که این بچه میتونه مدیر بشه؟ معلومه که باورم شده، من خودم کنارشم. اونی که باورش نمیشه تویی. منطقی باش بهار، اداره کارخونه که بچه بازی نیست، میزنه کارا رو بدتر میکنه، وقت بدبختیش واسه ما از بذار بفروشیمش. بذار بفروشیم؟ یه جوری میگی بفروشیم مثل که مشتریش هم پیدا کردی. آره، من این مشتری دست به نخ پیدا کردم که حاضر کارخونه رو خورده ارزونتر بخره. قول داده که اگه معامله جوش بخوره درصدی هم به من میده. خب این عالی نیست؟ ما میتونیم با این پول خودمون رو جمع و جور کنیم بریم سر خونه زندگیمون. تا ابد که نمیتونیم نامزد بمونیم. سامان، یعنی تو به خاطر منافع خودت حاضر سر یه بچه اینقدی رو کلا بذاری؟ بفروشین بره؟ تو مثل که یادت رفته سیانکی بزرگ چقدر در حق من تو لطف کرده. چرا شلوغش میکنی الکی؟ بازار کساده، مشتری نیست. حالا یه کسی مثل بزرگی پیدا شد میخواد کارخونه رو بخره، خب بذار بخره. به من و تو چه؟ به من و تو چه؟ تو واقعا میخوای کارخونه رو به اون مرده که کلاهبردار بفروشی؟ باورم نمیشه. قاطی نکن بهار، بذار من برات توضیح میدم. چه توضیحی میخوای بدی؟ تو حرفاتو زدی. شده اتفاقی افتاده؟ نه نه، همه چی خوبه. عالی. من میرم تو ماشین. چشه این بچه؟ نمیدونم والا، ای از قایق که پیاده شد انگار کشتیاش غرق شده. ما برم ببینم این بچه چشه. منم میام. کجا میری؟ سب کن، ما کار دارم.
نکش دختر اینقدر این ره. من الان چی رو اتو کنم؟ میز اتو رو اتو بکنم؟ عوض این کاره اون لباسایی که شستیم ورد و بین کدوم چورو که من برات اتو کنم؟ صد بارم گفتم. بابا بزرگ، به نظرت پارسا کارخونه رو میفروشه؟ چه میدونم والا، خود منم موندم نمیفهمم چی کار بکنم. اگر پارسا کارخونه رو فروخت شما با من میای شهرستان؟ بابا جان حالا که هنوز نفروخته، خدا کنه به حرف بابا بزرگش گوش بکنه این کارخونه رو نفروشه. حیف این کارخونه، حیف. اگر بریم شهرستان من دیگه پارسا نمیبینم، درسته؟ همه تو منو تنها گذاشتیم، اون از مامان و بابا که مامان تصادف از پیشم رفتن، شما ای کاش پیشم بودی بابا بزرگ، بهم میگفتی باید چی کار کنم. اگه کارخونه رو بفروشم اما حبیب و نگار از پیشم میره، من که غیر از اونا کسی رو ندارم، تنهای تنها میشم. من از تنهایی میترسم بابا بزرگ، دوست دارم پیشم بمونم. اعضای محترم هیئت مدیره، بنده به عنوان معاون کارخونه لازم میدونم ضمن خیر مقدم به عرضتون برسونم که آقای پارسا سیانکی اینجا هستن تا مدیریت کارخونه رو به عهده بگیرن. من قبلا عمده مشکلات کارخونه رو با شما در میون گذاشتم. طلب زیاد طلبکاران، عقب افتادن حقوق کارگرا و کارمندا، افت شدید تولید، پایدوماندن درصد فروش و البته من نمیدونم ایشون با این سن و سالی که دارن چی کار میتونن بکنن، اما امیدوارم با طرحایی که دارن این کارخونه رو یک بار دیگه به روزهای اوج خودش برگردونن. جناب سیانکی بفرمایید. شما هم بفرمایید. خیلی خوشمزه است. من فکر میکنم که جناب مدیرعامل امروز یه کمی حالشون خوب نیست، بنابراین اگر توضیحی چیزی لازمه من در خدمتون هستم. بفرمایید. خواهش میکنم. حرفای شما رو که شنیدیم خانم مرمری، اجازه بدین خودش صحبت کنه. سرکار خانم مرمری، مدیریت این کارخونه کار ساده نیست، اونم تو این سن و سال. ببینم پسر جون، حقیقت داری میخوای کارخونه رو بفروشی؟ امروز میخوام یه حرف مهم بزنم، یعنی یه خبر مهم بهتون بدم. من کارخونه رو نمیفروشم. کجا سیاهی بودی؟ خدافظ. مامان مگه اینجا موش نداره؟ همینجوری سرتون رو انداختیم پای اومدین تو؟ آبجیم داره میگه مدیر کجا؟ به افتخارشون. یا اینم گردن داداشت ول کردن. حالا میجاری کردن مهد کودک زدن زیر آبا. یعنی چی؟ حسابش چیزی گرفت. سابش واقعا حکیه. آقا ول کن بشه این شکلات گلوم بره پایین. ببین از صبح تا حالا یه کارخونه شکلات خوردی؟ به فکر خودت نیستی، به فکر دندونت. آقای محترم بعدم مسواک میزنه. منو یه بار چدا من کار دارم. چی؟ رئیس؟ چی؟ رئیس؟ چی؟ رئیس؟ اینجا؟ خانم محترم شما به من بگو اینجا کارخونه است یا مهد کودک؟ آقا دست داداشم و ویل کن در میگیره. آقا این دست داداشه. چه خبر اینجا؟ موش بچه هم دهانه.
واقعا که انقدر عصبیم، انقدر متاسفم، اصلا نمیدونم چی باید. خیلی متشکرم، خیلی ممنونم امو حبیب، فقط شما به فکر من، یعنی واقعا سرم داشت میترکید. قرص غرب بچه چرا خوردی؟ صداتون در نگید، با این گندی که زدیم یه هفته اجازه نداریم بخندیم. اگه به مامانتون نگفتم؟ شما آقا به من میگی دیگه نمیخوام کارخونه رو بفروشم، میخوام نگهش دارم. بعد اون وقت به جای اینکه مثل یه مرد واقعی، مثل یه مدیر واقعی بزرگ رفتار کنی، میری دوستات رو جمع میکنی، موشول میکنین تو کارخونه؟ کار ما نبود. پس حتما کار من بوده. وقتی میگم کار ما نبود یعنی کار ما نبود. پارسا دروغ نمیگه. آخه قشنگ فرد، بچه که دروغ نمیگه وقتی میگه نکردم این کاره، خب نکرده دیگه لابود. گیرم کار این دو نفر نبوده، بقیه چی؟ مگه نهیدین که موشا از تو کیف این کوچولو در اومدن؟ تومت نزن آقا، ما هر دوم از موش میترسیم. راست میگن دیگه، اگه اینو آورده بودن که خودشون نمیرفتن بالای صندلی. من میگم بریم دو تا گروه چاق و چلگی رو بیاریم همه شونو یه لقمه چپ کنن. میبینی خانم مرمری، یه مشت بچه همه اونو گذاشتن سر کار. اصلا هم برای مهم نیست که چی به سر کارخونه میاد. اینجوری که نمیشه، کارخونه رو بفروشیم بره پی کارش دیگه. بهتون گفتم من کارخونه رو نمیفروشم. قشنگ فر، به خاطر چهار تا موش ایقدری که کارخونه ایقدری رو نمیفروشن که. آقای مهندس، امنیت به کارخونه برگردوندم، موشا رو گرفتم. نگفتین مهندس چطور بود کارمون؟ نمیدونم این پسره چی خورده تو ملاجش که یهو نظرش عوض کرد. کاری میکنم پشیمون بشه. بسیار کار خوبی میکنی، ولی فقط ببخشید آقا، این یه ذره جیب ما خالیه خیلی وقته. حواسم بهتون هست، فقط چرا موش؟ این همه موش از کجا پیدا کرده بودین؟ اون که کاری نداشت آقا، رفتیم تو جوب و زیر پلو. جوب؟ جوب که کثیف بود. آره. رفتیم از اون مغازه چیز حیوان فروشی خریدیم، اونجا که الا کلنگ داشت بازی میکردن. آره. آره. فقط دفعه بعد اگه خواستین کاری بکنین برین سراغ یه حیوان دیگه. من از موش متنفرم. چشم خیالتون راحت باشه، دیگه از این مسائل پیش نمیاد. میریم سراغ اینا. ولی آقا نمیدونید این موشا اینقدر نازه، اینقدر ما هم اصلا جیگر. دارم کلش میزنم اتکوار طرف، لولش خیلی بالاست. بذار آرچرامان بریزم وسط. بربر کینگم هم مونده. دو ستاره شد. تقصیر نته دیگه. نشد بودمو بفرستم. ایوا خاک بر سرم، شما کی اومدی؟ من اصلا متوجه نشدم. شما تو کلش بودیم. وای آره خیلی باحال بود، باید بازیمو میدیدی. دو تا ستاره بیشتر نتونستم بگیرم، آخه 47 آرچر بیشتر نداشتم. حالا پلی بک میکنم ببینی خیلی باحاله. ای وای باز یارم رفت، یه دقیقه. بفرمایید، این مال شماست. ممنون، ولی من شکلات نمیخوام. این فرق داره، اینو بابا بزرگ خدا بیامرزتون دادن به من، گفتن هر وقت شما رسما شدی مدیر کارخونه بدم بهتون. حالا هم که شما رسما شدی مدیر کارخونه، بازش کن دیگه، دل تو دلم نیست. احتمالاً پدر بزرگم به شما نگفتن وقتی تنها بازش کنم. چرا، اتفاقا گفتن، خیلی هم تاکید کردن. ببخشید من برم به کارام برسم. سلام آقا بزرگ جونم. سلام پارسای نازنینم، پارسای قشنگم، نفه گلم. خوبی پسرم؟ خوبم، فقط دلم خیلی براتون تنگ شده. صد دفعه گفتم قوز نکن.
درست میشه. بیا تبریک میگم پسرم، آفرین که تصمیم گرفتی کارخونه رو نگه داری، من رو سفید کردی، خوشحالم. حالا دیگه خیالمون راحت شد. پسر گلم، من و مامان بابات که نمیخواستیم تنهات بذاری، خدا اینجوری خواستیم. هرچی باشه تو الان اولین پسر 13 ساله هستی که یک کارخونه شکلات از خودت داری. میدونم بابا بزرگ، ولی خیلی سخته. آره میدونم، اما تو میتونی. میدونی چرا؟ برای اینکه نوه منی. تازه خاله بهار و عمو حبیبم هستن، کمکت میکنن. شما میگی من چی کار کنم؟ با مشکلات به جنگ. حقوق کارگر رو بده، نزار کارخونه تعطیل بشه. یه دیویدی برات گذاشتم، ازش استفاده کن. تو باید به فکر یک فرمول بی نظیر باشی. همه چیز رو تو برات گفتم. اولا ناراحت نباش، بخند 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 دیگه، اگه با تو نیستم بخند. آفرین بابا جون، آقا یک ماه سال گذشته دیگه همه بچه های یک چک از من خورده بودن. یه پسر اومد کلاسور و کت و شلوار و اتکلون میزد، از این بازی سوزول بازی ها نداشته تو مدرسه. یکی آقا نعمدی خاطره رو ده بار تعریف کردی. حالا خرسه رو تعریف کردم. آقا رفتیم واقعه بچ، خرسه اومد، آقا صاحبش اومد. چه خبر اینجا؟ چرا هیچ کس کار نمیکنه با شما؟ خانم محترم، ما وقت اضافه نداریم دیگه مفکار کنیم. اینا هم کار کردن، حقوقشون رو میخوان. تا پولشون رو نگیرن دیگه دست به کار نمیزنن. دقیقاً. چی فهم شد؟ من تا دو روز دیگه حقوق همتون رو میدم. چی؟ گلاب چی گفت؟ میگه تا دو روز دیگه حقوق هممون رو میده. این میگه بچه. آره. حقوق. خنده داره؟ میگه تا دو روز دیگه پول همتون رو میده. میخندین؟ آره. ساکت. تازه اگر 1%، فقط 1% نتونه پرداخت کنه، من میدم. من این پسر رو باور دارم، چون که نوه سیانکیه، کسی که به گردن همه ما حق داره. الانم هر کی اعتراض داره راه باز جاده دراز بره، اما هر کی موند مطمئن باشه که به پولش میرسه. اگه آقا سامان میگه درست میشه، ما کی باشیم که بگیم نمیشه؟ راست میگه دیگه، وقتی آقا میگه کار کنین کار کنین دیگه. زود باش جمع کن. باشه باشه همگی، یالا زود باش جمع بده شل بسی در. من مطمئنم از پس همه چی برمیاد. آقا پارسا نگران هیچی هم نباش، چون من مثل کوه پشتم. من و بهار. اما حبیب و نگار از صبح رفتن آزمایشگاه، من هیچ خبری ازشون ندارم. میرم یه زنگ بهشون بزنم. بهار، من خیلی فکر کردم حق با تو بود، من اشتباه کردم، نباید خام حرفای این بزرگی میشدم. امروز هم بهش زنگ زدم، گفتم کارخونه فروشی نیست، گفتم بره پی کارش. حالا میخوام که کمک بکنم این کارخونه پا بگیره، به شرط این که تو منو ببخشی. ببخشی؟ آره؟ یه جون لازمه میخوری؟ چرا این همه ازش آزمایش میگیرن؟ گناه داره نگار. قول بدیم مراقبش باشین. از طرف من بهش بگین هیچی بهش نگین. خداحافظ. آقا پارسا بودو بیا بیرون، پلیس اومده. بودو. آقای محمودی، من با شما صحبت کردم هفته پیش، قرار شد شما به من وقت بدین، قرار شد صبر کنین تا کارخونه روی روال بیفته من پول شما رو بدم. رفتین مأمور رو بردین برای من. چه فرصتی خانم، شما من دروغ گفتی. چه دروغی به شما گفتم آقا؟ سرکار این خانم هم میگه ما پول نداریم، وقت مدیرشون دو روز دیگه میخواد حقوق همه کارگرا رو بده. این دروغ نیست به نظر شما؟ آقا اینا اخبار داخلی کارخونه، شما از کجا میدونین اصلا؟ سرکار دیدی اینا همشون کلاهبردارن. کلاهبردار کدوم مرد حسابی حرف میزنن تو بخوام. نه سرکار همینه، دستگیرش کن. این که بچه است که. اینجوری نگاش نکن، نصفش زیر زمینه. بزن دستبندو. دستبند برای چه؟ مرد حسابی مگه دزد گرفتین؟
سرکار، من معاون این کارخونه، منو بردار ببر. نه آقا، من قانونا قیم و سرپرست این بچه‌ام، من با شما میام. تو خودتو قاطی نکن، من خودم اینجوری حل و فصلش میکنم. نمیشه من میخوای حل و فصلش کنی، کل بدهی رو بیا بالا. خانم من ایشون کیه؟ چی میخوان اینجا؟ من چی میخوام؟ پولمو، حقمو. سرکار معطل نکن، دستگیرش کن، بریم به خدا، کار داری. بچه‌ای که نمیشه دستگیر کرد که، این خانم قیم و سرپرستشه، ایشون باید بیاد کناتری. سرکار آقا منو ببر زندان، خاطره تو از زندان نداشتم، منو ببر. باشه، واسه تو هم خاطره میسازیم، منتظر باش. ای بابا خانم بفرمایید. امکان نداره، من اصلا اجازه نمیدم ایشونو ببرین. آقا شما اخلال نکن. خانم بفرمایید. سامان جان به هر حال قانونا من وکیل کارخونه ام، باید برم دیگه، نگران نباش. خیلی خب، پس تو هم نگران نباش، نمیذارم اونجا بمونی، هر جوری شده درت میارم. حواست به کارخونه به پارسا باشه. آخو بفرمایید خانم، بفرمایید. بله بله. خاله به هر که کاری نکرده کجا میبرینش؟ خودت این کارخونه منم. نگران هیچی نباش، خب فقط پسر خوبی باش، همه چی درست میشه. اینجوری که نمیشه. سرکل برو حداقل جفتشونو ببر. دست برو چرفتی و شرمن، این چه کاری بود کردین؟ برای چی رفتین سراغ طلبکار کارخونه؟ گند زدین با این نقشتون، حالا من چجوری درش میارم؟ آقا سامان به خدا تقصیر ما نبود. آره ما بیشورتر از این حرفاییم. راست میگه، بزرگی به من گفت. بزرگی؟ خوبی؟ بدم نشد، حالا دیگه پارسا مجبور میشه به خاطر بهار کارخونه رو بفروشه. دقیقا ما اصلا همین کاری کردیم. اینجوری شد دفعه بعد بدون هم آهنگی با من کاری نمیکنید. ای 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 دیگم من فقط یه روز کارخونه نبودم، ببین چه بلایی به سرم اومد. حالا چی میشه؟ خاله بهار گناه داره. شیطونه میگه برم یکی بزنم پس گردن این محمودی، این نامرد من آدمش بکنم. بابا جان شما مثل بقیه بی، برو اینجا بشین مثل بقیه. چی دیگه نشستی پاته درست کردی؟ اونی نگاه کن، اونی که داری میخوری چوب بستنیه، بستنی تموم شد، ولش کنی همه ایماری میخوره. چی شد؟ با افسر پرونده حرف زدم، گفت تا پولو ندین شاکی رضایت نمیده. با اینجوری که نمیشه که، باید یه راه حلی پیدا کرد. چه راهی؟ چه راهی امو؟ بیچاره شدم، نام زدم از دستم رفت. حال دیگه باید سفره عقدم و تو حیات زندان پنگ کنم. بهار حالا حالا آزاد نمیشه. بیچاره بهار، بدبخت بهار. حقش نبود این بلا سرش بیاد. منم که کاری از دستم بر نمیاد، کسی هم نیست ازش قرض بکنیم. حالا یه کارخونه رو فروخته بودیم یه چیزی، ولی الان چی؟ بیچ آه در بساط نداره. من کارخونه رو میفروشم، دلم نمیخواد خاله بر تو زندان باشه. نه اصلا حرفش هم نزن، بهار بفهمه خیلی ناراحت میشه. نه نه نه، چاره دیگه ای نداریم، باید کارخونه رو بفروشم. اده کارخونه رو بفروشی؟ همه شکلات ها رو هم میفروشی؟ چی؟ هیچی، تو گفتی شکلات ها رو بفروشی؟ پارسا این فکر خوبیه، چطور هرچی شکلات تو کارخونه هست رو حراج کنیم، اینجوری همون موقع کارگران رو نگم خال بهار آزاد میشه. نگاه کنی بچه نابغه ای با خدا، ببین چه فکری به سرش زد. بوری کلا آفرین نازی، حتی شوخیتون گرفته، امکان نداره، این کار خیلی طول میکشه، بهتر کارخونه رو بفروشین. اوه قشنگ فر، مگه نشنیدی چی داره میگه؟ میگه شکلات ها رو میخواد حراج کنه.
از مشکلات من فراری نیستم، هرگز زندگی و زاری نیستم، نامیدی رو من شکست دادم، از بند درد و غم من آزادم، از پس سختی ها من برمیام، روزام خوبه ولی من بهتر رو میخوام، تو هم مثل من باش، تحمل کن اول تلاش و بعد توکل کن. آره رفی اول تلاش بعد توکل کن. پادشاه رو خوب دیده، تو چرا خوب نمیبره؟ اما داشتی گریه میکردی؟ گریه چیه؟ مگه نمیبینی من دارم پیاز خورد میکنم؟ ما که هم حقوق کارگرا رو دادیم، هم خاله بهار آزاد شد، دیگه گریه واسه چی؟ حتی فکرش هم نمیکردم ببینم نوه سیانکی بزرگ چه جنم و جربوزه ای داره. حیف که پدر بزرگت نیست، کاش میبود و حرزش میبرد. حیف. معلومه دل شما هم مثل من براش تنگ شده. خب معلومه که دل من تنگه پسر. بابا بزرگ تو بهترین رفیق من بود، یار غار من بود، رفیق گرما و گلستان من بود. چه روزا و شبایی که با هم نگذرونده بودیم. حیف حیف. دلت میخواد ببینیش؟ ما این موقع شب برم قبرستون زهره من میتره که بچه. اما با من بیا. ماما قبرستون نمیام، اما این موقع شب که آدم نمیره قبرستون. قبرستون نمیبرم. قول دادی ماما. چشم. کجا بیام عمو؟ پای پای عمو مهنه نترسونی، من قلب من ضعیفه. چشم عمو، شما با من بیا. سکته من میزنی یه دفعه، حواست باشه. چشم چشم. یا سامونه ترس دیگه. اما میخواد چیکار بکنه؟ من جنس طوری میشناسم. عمو بفرما شما بشین. پارسوی پسر، یه دفعه از اون کارو نکنه، من قلب من ایستی بکنه. چشمم این آخرش من سکته میده. عکس میخوای به من نشون بدی؟ خب از این عکسی که خود من دارم. بیا اینو تو جیب منه. بیا. اما عکس نیست، شما یه لحظه صبر کن. حبیب بله. این همه به تو نگودم جلوی این بچه گریه نکن. آقا من قربون شما برم، چقدر دل من برای شما تنگ شده بود. میدونم، واسه همه اینم به پارسا گفتم هر وقت حبیب بیقراری کرد این دیویدی رو براش بذار. من به قربون شما برم که اینقدر به فکر این حبیب هستی. دیگه اینقدر بغض نکن. یادت اون آهنگی که هر روز صبح برام میخوندی؟ اون آهنگره، اون که اون برای صبح شما با میبینه. اون بخونم الان؟ یعنی بخونم الان؟ بخون حال کنی. صبح که از خواب بفیشم اون تغاری جارو
نفهمن کار ما از کجا میخوام بفهمن آخه؟ تو الان یه مرغ تخت تو هم که یه خروج تاج به سریع بریم وطلش نکن الان بیدار میشه بیا از این طرف برو تو دیگه برو دیگه چه خاچه نمیزنی برو تو خیلی خوب باشه 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 شما کجا؟ اینجا کجا؟ چه خاطره ای بشه امشب؟ نعمت ببینی که مرغ خروس از دیوار اومده تو کارخونه. ای بابا، کارخونه شکلات سازی، مرغ خروس اینجا چه کار میکنه؟ میره به مرغه میگه که خانم شما اینجا چیکار میکنی که یه دفعه آقا خروسه با چوباق میزنه توی کله این نعمت بدبخت. البته مرغ خروس واقعی نبودن ها. خانم من خود من میفهمم که این مرغ خروس واقعی نبوده. علم با این سن و سال نمیفهمم مرغ خروس آقا چوب میگیره میزنه توی کله کسی. جناب سرمون کله من نگاه بکن توی کارخونه سفید شده. من تا حالا سابقه نداشتم چی چیزی ببینم. خب این آقا نعمت که میگین الان کجاست؟ حالا بردنشون بیمارستان. البته طوریش نشده. ما برای که خیالمون راحت شه گفتیم بره یه معاینه ای بشه. با توجه به شواهد موجود به نظر میرسه کار خودی باشه. سرکار خواهش می‌کنم لطفاً هر طوری هست این خرابکارو پیدا کنید. می‌بینی که ما از کار زندگی افتادیم. یعنی این خرابکار نابکار بین خود این جمعیت ما اینجا مگه من اینه گیر نیارم؟ منم با همین دستان خفش میکنم. این دستگاه ها پیچیدن، قابل تعمیر نیستن. پول تعویزم که نداریم. حالا چی میشه؟ معلومه دیگه، کارخونه تعطیل میشه که شده. به هر حال پلیس پیگیر این پرونده هست. فقط این آقا نعمت اومد بهش بگین یه سر بیاد کلانتری. سرکار آقا نعمت مرد خوبیه. راست میگه، اون اصلا دروغ نمیگه. معلوم میشه پسر جان، فقط شما با ما بیا کلانتری. من برای چه سرکار من که کاری نکردم. مگه شما شاکی نیستی؟ آ شاکی بله 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 خیلی هم شاکی هم. منم باز میگم خانم. ام حبیب میشه حواستون به بچه ها باشه لطفا. بفهم. چی شده پارسا؟ همتون دنبالم بیا کارشون دارم. رضا این داره با خودش چی میگه؟ نمیدونم. چی میگه پارسا؟ به ما هم بگو. فرمول جدید. تنها چیزی که میتونه ما رو نجات بده. نمیدونم کی داره خراب کار میکنه. ولی اینو میدونم که میخوام کارخونه تعطیل بشه. خب معلومه. یا جوخ مرغ و خروس. نمیشه الان شوخی نکنی؟ من نمیذارم کارخونه تعطیل بشه. شما هم با کمکم کن. آره منم دوست دارم شهر و کارخونه بمونم چون هنوز 3-4 تا شکلات رو تست نکردم. ولی رو من حساب کن تا آخرش با تستم. ما هستیم. نیما نگار احسان، شما از فردا کل کارخونه رو زیر نظر داشته باشین. چیز مشکوکی هم دیدین سری به من خبر بدین. رضا نازی، شما هم بینید اتاق کنترل، یه سری هم به آزمایشگاه بزنید مهندس چیکار کرده؟ جناب آقای پارسا، آقای مهندس فراد یک سورپرایزی داره که الان شما رو تقدیم میکنه. اگه شما اجازه بدید من میتونم همه دستگاه رو تعمیر کنم. چه خوب، یعنی کارخونه راه میفته؟ مثل روز اولش. افراد دنبال من.
آخه دختر بابا، الان کارخونه رفتن شما سلا نیست. مگه ندیدی چه بلایی سر اون نعمت بیچاره آورد؟ همچین زده تو کله یه بیچاره که میگه مرغ من زده، خروس من زده، خروس چوب میگیره دستش میزنه. عقل بیچاره رو گرفتن زایل کردم. سلا نیست بابا شما بری. من فردا باید برم. با من لجبازی نکن دختر جان. مگه نشنید دکتر شما چی گفت؟ دکتر شما مگه نگفت که باید استراحت بکنی؟ استراحت کامل. باید استراحت بکنی که فردا برای بیمارستان آماده باشی. من فردا باید به پارسا برم کارخونه. نگاه جون، تو که دختر خوب و حرف گوش کنی بودی. وقتی بابا بزرگ میگن باید استراحت کنی، باید استراحت کنی، باید آماده بشی برای عمل. اگه نگران پارسایی که خب من همراهش هستم دیگه. ولی من فردا باید برم کارخونه. آخه موقع یک پا داره. چی شده؟ نمیذارم فردا باز بیام کارخونه. تو یه چیزی بهشون بگو. اما حبیب، اگه میشه اجازه بدین فردا نگار با من میاد کارخونه. قول میدم خودم مراقبش بشم. بفرما. یکی نبود دوتا شد. خواهش میکنم. ناشکری کردم سه تا شد. سب کن ببینم، شما تو تا بچه داریم مشکوک میزنی. زودی بگین جریان چیه؟ زود دستا بالا. زود تو سری ببن بگی مسائل پشت پرده چه مسائل پشت پرده یه بگرنم میزنم. بهتون میگم، ولی یه شرط داره. اونم این که شما اجازه بدین فردا نگار با من بیاد کارخونه. پاشه بود. راستش من اومدم با بچه‌ها. نه مرد منو خواست دست تو بر چی تو گوش من گرفتی؟ بگیر اون طرف دیگه. بله. راستش من امروز اومدم تا بهتون یک خبر مهم بدم. حالا که آقای مهندس دارن دستگاه رو درست میکنن، مهم دوستان سکوت کنین لطفا. آقای مدیر حرفای مهمی دارن، توجه کنین. خیلی ممنون. با بزرگ من برام یه دیویدی گذاشته، یه فرمول عجیب از یه شکلات جدید. شکلاتی که شیرینه اما چاق نمیکنه. جاش هم امنه تو خونه زیر بالشت خودم. بچه جدی داره حرف میزنه؟ به نظر که شوخی میکنه. جدی میگه دیگه. ما به زودی تولید شکلات جدیدمون رو شروع میکنیم. به افتخارشون. آفرین آقا پارسا، کار درستی کردی. ای پی این کار خونه است که از کار افتاده باشه. برم ببینم مهندس چیز نمیخواد. امروز اصلا خاطره شد. خاطره یه پسر قهرمان. بیا به قلمو. واقعا حریف این الف بچه هم نشدی ها؟ من هر کاری از دستم برمیومد انجام دادم، اما انگار قسمت نیست. این پسر خیلی سرسخته، عین پدر بزرگش. بگو نمیتونم. آره نمیتونم. شما چرا متوجه نیستی؟ این پسر تنها نیست، از طرف نامزد من مباشر پدر بزرگش از طرف همه حمایت میشه. ببین منو دو برابر حاضرم سهم بیشتر بهت بدم یه قالی این قضیه رو بکنم. اگه میخواستم نقشم رو جلو اون بگم که میگفتم، خودم بلد بودم. مخصوصا جلو اون نگفتم. آه میخوایی بپیچونی؟ آره میخوام یه شیطیر خیلی خوب ازش بگیرم. آبجی دوست دارم فقط به خاطر نقشات. چی نقشه؟ حالا نقشم چی؟
اینه که دوزکی بره خونه پسره از زیر بالشش فرمول جدید و قاب بزنیم و بیاد. ببینم اوش کوچولو چی شنیدی؟ هیچی. اگه هیچی پس چرا داری مثل موش میلرزی؟ پیشتی مهربون نبود با وجود این عشق، زنده دیورات از عشق من راحت جدا کرد. من هنوز همون مرد دیروزم، آدم همیشه. خبره؟ نازیه دیگه. مورد مشکوکی بر نخوردین؟ نه، فقط یه مورد بود که اونم با تذکر اما حبیب حل شد. راستی نگاه رو ندیدی؟ نگاه؟ نه. پس من میرم دنبالش. باش. تمام دنیا وی طرف تو وی طرف عزیزم عزیزم. چیز مشکوکی ندیدی؟ نه هنوز، همه چی هم نه، فقط یه کاریه همش درست میکنه تو دماغش. حالا ما هم زدی. راستی نگاه رو ندیدی؟ نه. او دوباره دست کرد تو دماغش. حالا ما هم زدی. بابا تو نمیخواد گذارش بدی؟ من نمیدونم دارم میخورم. ببین مهندس، اگه نمیشه خودتونو خسته نکنین، زنگ میزنیم نمایندگیش از خارج میان درستش میکنن دیگه. مگه دست خودشه که درست نشه؟ ما درستش میکنیم، شما خیالت راحت راحت. خاله بهار، شما نگاه رو ندیدین؟ هر جا دنبالش میگردم نیست. اینجا که نیست، همین دوروبر گم که نشده، بگرد پیداش میکنی. برو عزیزم. لابد میتونن که میگن میشه دیگه. بله. موبایلشم خاموشه که ندیدمش. اما حبیب ای بابا نگار کجا رفتی این بچه؟ نگار جون، نگار جون کجایی؟ نگار، نگار، نگار عمو، نگار جون، نگار، نگار نیست. همه جا رو گشتم، اثری ازش نیست. همون این بچه قلبش مریض، من نگرانم. باشه باشه، شما همینجا باشه، من برم به پلیس خبر بدم. کو کجاست؟ وای گفتم کجاست؟ کی کجاست؟ دختره نگار کجاست؟ چه کارش کردین؟ همینجوریم آقا، حتما تو لباساشه دیگه. حرفو بلا نگو، قرار ما این نبود. تو اومد نزن آقا، مهندسی وصلا به ما نمیچسبه. دقیقاً آقا. پس اگه کار شما نیست، حتما کار اون بزرگی ناجنسه. الان بهش زنگ میزنم، همه چی معلوم میشه. اوه، داره زنگ میزنه بزرگی. اینم که شارژ نداره. یه گوشی به من بدین ببینم. موبایل چه قابل داره آقا؟ من که نداره. خودم موبایل میدم خدمتتون بفرمایید. چی شد؟ اون گوشی مال کیه؟ موبایل بچه خواهرمه. من که بچه ندارم. نه اون چیز بچه همسایه. نه خیر، من اونو میشناسم، مال نگاره. دست شما چه کار میکنه؟
باش آقا دروغ چرا؟ موبایل نگاره. خیلی خوب. خیلی خوب آقا مهندس. بچه پیش ما سالش هم خوبه. خب منو ببریم پیشش. میخوام ببینمش. ببین آقا مهندس بی خیال شو. ازمون فیل گرفته لو میریم به خدا. اونش با من. من باهاش صحبت میکنم راضیش میکنم چیزی نگه. نمیشه آقا مهندس. گندش در میاد. شر میشه واسمون. مگه کرین؟ من میگم خودم درستش میکنم. منو ببریم پیشش. یالا. چی کنیم؟ باید بگیم چشم. چشم. بفرمایید آقا. اینجاست. نگار دخترم حالت خوبه؟ چی کارش کردی لعنتی ها؟ کجا میری لعنتی ها؟ باز کنین این درون بچه مریضه باید بری بیمارستان یا باز کنی بهمن کجایی؟ کمک کمک نه ترس عزیزم هر جوری شده من از اینجا میبرم ات بیرون بهت قول میدم کمک همش تقصیر منه بهتون قول دادم مراقبشم اما نتونست ببخش تقصیر تو چی آخه همه جای کارخونه رو گشتیم این تو که نیست ممکنه رفته باشه بیرون شما با بچه ها برین خونه حالا انشالله پلیس پیداش میکنه دیگه نگار من تو همین کارخونه یه من اینو پیدا نکنم که نمیام خونه که شما برید من همینجا میمونم ما هم میمونیم نمیشه هوا داره تاریک میشه پاشو با بچه ها و آقا نمت بریم خونه اسکی یادت رفته قراره چی کار کنینا بدون نگار بهار خانم شما بچه ها رو بردارید ببرید میترسم خطرناک باشه یک موقعی من خودم اینجا هستم مواظبم برید شما هر جور شما بگید نباید اینجوری میشد همش تقصیر منه چیکار کنم میریم بیرون بهت قول میدم یواش بیا حسن ببینی حسن چیز نکنم چی شد چرا خوردی زمین هشوف هشوف ببین چشه ببین حسن اومد نداره بریم فردا اومد چیه بیا ببینم بابا بریم فردا بیان به جان حسن به دلم نشسته یعنی یه جوری احساس میکنم که اصلا امشب ما نباید بیاییم اینجا شبشه بابا چی شبشه چیه رو کشه تا بکش پایین نشتا سرمون بیا حالا چجوری بریم تو سکو بینم اونجا رو ببین کجا؟ اونجا من که چیزی نمیرم فکر کنم اون در بازه حاضری نگار جان الان دیگه میر سره باید بالا باشه باید بالا باشه
احوال این دختر بگردم. چی بود؟ نگاه ساکت ساکت. کجاست؟ گفت زیر بالشمه. منو ببخش، من هر کاری میتونستم انجام دادم. نگار بابا اون پایینی. بله ما اینجاییم، ما اینجاییم. بهمه کجایی؟ ای وای آدم یا بیاد دزدی بیره دستشوی آخه سیفون میکشه. سیفون نکشم چجوری؟ سیفون نکشم. ای آدم در بدترین شرایط هم باید به محیط زیستش احترام بذاره. حرف نزن الان همه یعنی چی؟ میشوارم. اگه گفتی از طرف کی اومدی؟ واسه چی اومدیم؟ نگار کجاست؟ که هیچ. و حالا با همین چوب قیمه قیمت میکنم. بشمار یک. بشمار دو. نذارین سه بشه ها. بابا رو فرمایید همه چیز زیر سرم قشنگ نامرد بوده. چی؟ با بزرگی زد و بند کردن کارخونه رو بفروشن یه پولی به جیب بزنن. ما شدیم آدم اونا ناچارن. داریم راست میگیم. اصلا همچی چیزی خیلی ممکنه. سامان همچی آدمی نیست. باورم نمیشه. ما دروغ نمیگیم. از ما که گذشت شما گولشو نخور. زنش نشو چی شده واگو. اصلا باورم نمیشه. امکان نداره. یعنی همه این بدبختی زیر سر سا. الو سامان کجایی؟ بیمارستان برای چی؟ مگه نگار پیش توه؟ سلام خانم. سلام. ببخشید نگار دلغندی کدوم اتاق؟ بهار خطر رفع شد. بردنش بخش مراقبت‌های ویژه. بیمار برای جراحی سرپایی. خیلی ممنون. بیمار برای جراحی سرپایی. هیچ وقت فکر نمی کردم یه همچین آدمی باشی. واقعا برات متاسفم بهار. سامان کلن منو فراموش کن لطفا. ولی من که کوچکترین اتفاقی برای اون بچه بیفته مقصرش تویی. فقط تو. خدا رو شکر چشماش باز کرد. بابا بزرگ قربان اون چشمای قشنگ تو بره دختر بابا. دکتر گفت زودی خوب میشی. راست میگه زودی خوب میشی. پس آقا سامان کجاست؟ نگار جون دیگه هیچ وقت اسمشو نیار. خب من نمیخوام ببینمش ندیگه. میخوام اسمشو بشنوم باشه. آقا سامان مرد خوبیه. منو نجات داد. نه نگار جون آدمی زوده دیگه. آخه اما حبیب حالا ما قبلا حرف همون رو زدیم. وقتی بیمارستان اومدی بیرون دوباره با هم میریم کارخونه.
دیگه با بزرگم برام گذاشتی. دیگه وقتش رسم کار بشیم و بسازیمش. قراره با شکلات‌های جدید بتره کنی. حاضرین؟ بله. 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 بچه هاست راه من و شما، با این که ساده نیست هیچی بزرگتر از ما اراده نیست. ما به هدف زدیم، این یه حقیقته، نه این یه قصه نیست، یه واقعیته. بعد از تلاش و کار وقت رسیدنه، رویای ما به ما لبخند میزنه میزنه.